Hello, my friends. This is lesson 22. This is lesson 20 or 22. 20 رو معمولا انگلیسی بریتیش میگن و 20 آمریکایی 22 22 تو که تو میدونید که تو میتونه این دوتا هم صدا هستن این یعنی دو این یعنی همچنین مثلا I am a student I am a student too من هم دانشجو هستم من هم من هم دانشجو هستم خب این فعل رو یادتونه معنی رو تو برینگ فعل گفتیم مستر در واقع همیشه با تو هست مستر که بخواد بشه این تو هست میشه و برای سوم شخصی اسم میگیره حالت حالت ساده تو bring آوردن تو فچ هم داریم تو fetch تو fetch. fetch که فچ رو معمولا بری بیاری مثل مثلا اگه بخوام به آلمانی بگیم این برینگن هست این هولن هست بری بیاری رفتن آوردن و این همونجا هستی میاری مثلا یه توپ بندازی سگه بره بیارش این فچ هست درسته خب حالا اینو جوری بهتون گفتم تو بای تو بای اگه من بخوام بگم بای یعنی خدافز گود بای یعنی خدا نگهدار مثلا خدا 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 نگهدار بای یعنی بای خدافز روزمره تره گود بای رسمی تره و بای با این صداش با این بای یکی هست مثل تو و تو که صداشون یکی بود این یعنی خریدن تو sell یعنی فروختن معمولا اینجا یه something, something هم میذارن یعنی یه چیزی را این یه چیزی را هست و تو بای something یه چیزی را خریدن To bring something یه چیزی را در واقع اینجا یه نقطه میذارن something خب سام معنی تعدادی مقداری هم میتونه باشه تو open باز کردن to open something to close something to drink something to eat something نوشیدن چیزی چیزی را نوشیدن چیزی را خوردن تو know something چیزی را دانستن مثلا I don't know رو شاید دیگه بدونید I don't know نمیدونم I don't know نمیدونم no idea ای ندارم یعنی نمیدونم no idea تو stay ماندن to stay somewhere somewhere something یعنی یه چیزی یا یه چیزی را somewhere یعنی یه جایی یا یه جایی را somewhere می‌بینید somewhere و اگر بخوام بگم to learn something چیزی را یاد گرفتن to speak something something یه چیزی را حالا بگیم با کسی to speak with someone someone پس someone اگر بخوایم خلاصه‌شو بگیم بگیم اینجوری هست خب someone پس یعنی یه نفر یکی something یه چیزی somewhere یه جایی و some... somebody هم داریم somebody باز هم به معنی مساوی someone هست یه کسی someone که someone یکم رسمی تره اگه بخوایم بگیم نسبت به somebody که somebody رو خیلی وقتا اینجوری می نویسن خلاصه شو SP نقطه میذارن ولی someone رو اینجوری مینویسن ولی somebody الان بیشتر به کار میره حالا توی دیکشنری ها ممکنه SP رو اینجوری بنویسیم به هر حال somebody رو اینجوری فکر کنید که یه مقدار رز روزانه تر از someone هست ولی هر دو درست خب تو understand somebody یا someone کسی را فهمیدن کسی را متوجه شدن I understand you من تو را متوجه میشم I understand English من انگلیسی را متوجه میشم پس میتونه to understand someone یا something باشه something چیزی را یا کسی را پس اگر من اینجا بعدها تو درس های بعد از این چیزها استفاده کردم something, someone در ارتباط با این مسترها، فعلها بدونید که منظورم چی هست در واقع خب I need یعنی من احتیاج دارم نیاز داشتن فعل رو تو... میتونید بگید چیه؟ اگه بگم she needs او احتیاج داره فعلم تو need هست نیاز داشتن احتیاج داشتن مثلا I need مقداری some money مقداری پول نیاز دارم Do you need Do you need سوال کردم Do you need Do you need my help به کمک من نیاز داری Do you need my help پس to help کمک کردن help خودش میتونه معنی کمک هم باشه خیلی از این سافت ورا هلپ دارن دیگه کمک دارن تو help تو help سام one وان یا به کسی کمک کردم میبینی که حالا اونجا تو انگلیسی میگن کسی را کمک کردن تو help سام چون به کسی و کسی را بچه یکیه تو انگلیسی بعضی مواقع تو میاد این بینش که معنی به هست این چند تا فعل خاص اینجوریه که بعدا بهشون میرسیم ولی در کل یکی بگیرید زمیرها هم همینه به یو هم. میتونه معنی شما باشه یو میتونه معنی تو را باشه یا شما را باشه یو میتونه معنی به تو یا به شما باشه همهش میتونه باشه آی یعنی من می یعنی من را یا به من یا از من همش میتونه باشه به اینجوریش راحت تر از آلمانی مثلا یا نسبت به فرانسوی to help someone can you help me please can you please help me میشه بهم کمک کنی can you could you help me به من کمک کنی do you need my help no thanks نه no, مرسی thanks no thank you thank you متشکرم thanks مرسی thanks a lot thanks a lot خیلی ممنون خیلی متشکرم thanks a lot thank you thanks so much a lot خیلی مصابیه so much خیلی thank you so much thank you a lot اول میشه گفت so much so much I love you so much خیلی دوست دارم I love you so much بعدش هم چهش اینجوری می که <تصفح> بگم واقعا خیلیه Do you need my help? کمک ما نیاز داری؟ نه کمک تو نیاز ندارم ولی پول تو نیاز دارم <تصفح> No I don't need your help Thanks نکو I don't need your help. Thanks. Yeah, thank you. But I need your money. I need your car. به ماشینت نیاز دارم. ماشینت نیاز دارم. پولت نیاز دارم. I need your روشن نزداشته بودم. Your money. Your car. Your love. عشقتو نیاز دارم. پس to love یعنی عشق ورزیدن. و love خودش میتونه یعنی عشق باشه. اسم باشه. مثل to help که معنی کمک کردن و help که خودش یه اسم بود یکی از خوبی های انگلیسی اینه که حرف مستری میتونه اسم هم همون حالت باشه I don't need مسلما I don't need your money به پولت نیاز ندارم your money به کافی پول دارم I have دارم I have enough money enough money میتونیم بگیم I myself من خودم myself myself پس self یعنی خود و مای بیاد اینجا myself یعنی خود خودم عکس سلفی هم که با موبایل میگیریم از همینه سلف هست یعنی خود از خود میگیری خب حالا که your همون زمین های ملکی بچه ها your car یعنی ماشین تو yourself یعنی خودت مای کار یعنی ماشین من myself یعنی خودم his کار یعنی ماشین اون پسره هر کار یعنی ماشین اون دختره our car یعنی ماشین ما their car یعنی ماشین آنها درسته؟ خب میشه myself, yourself his self نمیشه میشه himself بچه ها himself himself و herself ourself self جمعش این دیگه اینا دیگه جمعن درسته اینا جمع خب ourselves میشه جمع بسید افش تبدیل میشه به V E S ourselves ourselves, ourselves. و their selves میبینید پس self و selves داریم I have enough money myself همیشه هم گفت برد آخر بنزی کافی پول دارم خودم I have enough money myself I myself have enough money یه تأکیده دیگه من خودم پول کافی دارم تو دیگه نمیخواد به من بدی خب این هم این زمین هایی که مهم هستن myself yourself self این کم یه یکم ای میشه self آلش هم دقت کنید self selves ourselves داشته باش میشه have have a nice time have a nice time in New York تو نیویورک زمان یا وقت خوبی رو داشته باشید بگذرونید در واقع have ا نایس دی روز خوبی داشته باشید موقع خدا میتونید بگید که اون فرد میتونه بگه به همچنین لایک وایز لایک وایز یا میتونه بگه یو تو تو هم همچنین تو هم, هم به همین شکل یا یو تو یو تو have ا نایس دی thank یو ثانکس یو تو یو تو یا لایک وایز لایک به همچنین لایک Likewise. I like you یعنی تو را دوست دارم عشقی نباشه Like I like this lesson این دست را دوست دارم I love this lesson عشق خیلی خیلیه دیگه دوست داشتن Likewise به همین شکل Like میتونه معنی مثل هم باشه مثلا Someone یه نفر Someone یه نفر Somebody like you یکی مثل تو i need نیاز دارم i need i need نیاز دارم کسی رو someone like you مثل تو hmm? you are so lovely خیلی مهربونی خیلی دوست داشتنی هستی you are so lovely polite you are so polite 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 یعنی yani معدبی lovely polite you are so nice آدم خوبی هستی you are so nice a nice person a nice girl دختر خوب a nice boy پسر اذیتکاری نیست پسر خوبیه good پس معنی مثل good خب I need something like him like him. معنی مثل اینجا به همین ترتیب likewise هم به همین شکل یعنی باز میگیم به همین شکل به همین شکل شما هم روز خوبی داشته باشید خب فعل to need رو اینجا کار کردیم اگه بخوام بعد از اون مستر بیارم I need to میاد مثلاً با تو مثلا نیاز هست برم اونجا I need to go there برم اونجا I need to go there I need to go to America برم تو ام به آمریکا I need to go to Germany برم به جرمنی I need to go to France برم فرانسه پس I need to Do you need to نیاز داری نیاز داره که does he need to study does he need to study یعنی تحصیل کنه at a famous famous یعنی مشهور at a university university city هست که تو انگلیسی این city t رو معمولا دی میگن که بعد قبل شرف صدا داره و بخشش بخش بعدی با ت شروع میشه مثلا better میگن به تر بدر تو انگلیسی آمریکایی اینجوریه یونیورسیتی یونیورسیتی مسلما تو انگلیسی بریتیش ت میگه داز هی نید تو استادی ات ا فیمس یونیورسیتی آیا نیاز داره توی یک دانشگاه مشهور تحصیل کنه ا فیمس ا فیمس پرسن ا فیمس سیتی ا فیمس سیتی سیتی رو مثلا میگن سیدی سیدی انگلیسی آمریکایی سی تی سی و دی خیلی کوچولو هست خب این دز فعل نید و یه مقدار چیزهای مختلف مسلما کار کردیم یه تمرینی هم کردیم یه فعلایی که تا الان یاد گرفتیم something somebody اینا رو به اختصاراشو بهتون گفتم چه جوریه تو دیکشنری حتما میبینید و ما هم مثلا درسای بعد اگر دیگه من اینجوری نوشتم شما دیگه بفهمید منظور من چی هست چه something میتونه مثلا یک مفعولی بیاد مثلا مستقیم و غیر مستقیم توی انگلیسی یکیه حالا بعضی مواقع گفتیم یه تو میاد بینشون که اونم زیاد مهم نیست فعلا زیاد اینجوری نیستن خب این هم این درس مرور کنید بچه ها هی hey, مرور کنید این درس ها رو درس های قبلا مرور کنید بنویسید برای خودتون خیلی مهمه که یواش یواش که میریم بالاتر اون پایه قوی شده باشه خیلی مهمه من تمریناتی که میدم من تمریناتی که میدم بچه زیر درس ها معمولا تصحیح میکنم میگم مثلا that's right یا correct right, correct, صحیح هست یا با قلب زدم برای اونایی که درست نوشتن یا خودم تصحیحش کردم آلمانی فارسی اشکان میبینید مثلا توی یوتیوب حداقل یکی رو تصحیح کردم کامنتار رو چک کنید همیشه See you in the next lesson. Bye-bye. Goodbye.